جمعه 8 مهر در زاهدان جمعه خونین نام گرفته. ریشه های اعتراضات روز جمعه زاهدان دو مورد عمده بود. روز 10 شهریور فرمانده انتظامی چابهار به بهانه بازجویی دختری از اهالی دشتیار رو به اتاقش میبره و به او تجاوز میکنه. سه شنبه 5 مهر امام جمعه موقت راسک این خبر رو تایید کرد. فراخوانی برای اعتراض به تجاوز به دختر 15 ساله بلوچ و همچنین قتل مهسا امینی منتشر میشه. این تجمع پس از نماز روز جمعه شکل میگیره. گروهی از نمازگزاران جوان جلوی پاسگاه نیروی انتظامی تجمع میکنن. ویدیوهای منتشر شده نشون میده که برخی از معترضان به سوی پاسگاه سنگ پرتاب میکنن. در پاسخ از درون پاسگاه به سوی معترضان تیر جنگی شلیک میشه. نیروهای یگانه ویژه نه تنها به سوی کسانی که در نزدیکی کلانتری بودن، بلکه به داخل محوطه مسلح هم شلیک میکنن. اعتراضات به همه شهر کشیده میشه. این آمار کشته و زخمی های جمعه خونین زاهدان به روایت کمپین فعالین بلوچ تا بامداد روز 10 مهر 56 کشته و 300 زخمی. آمار جمهوری اسلامی اما اعلام کرده فقط 19 نفر کشته شدند و آمار زخمی ها رو هم 21 نفر ذکر کرده. آمارهای دولتی 2 پاسدار و 1 پسیجی رو هم در خودش جا داده. خبرگزاری محلی بلوچستان که خبرهای بلوچستان رو پوشش میده اعلام کرده روز 8 مهر هلیکوپتر نظامی از فراز مسجد مکی به سمت معترضان شلیک کرده. این خبرگزاری همچنین نوشته همین دیروز هلیکوپتر نظامی به یک خودرو در حال حرکت شلیک کرده که نتیجهش کشته شدن 4 شهروند بوده. امام جمعه اهل سنت زاهدان مولانا عبدالحمید هم گفته حادثه زاهدان فاجعه بی سابقه بوده و خواستار محاکمه و مجازات عاملان کشتار مردم شده. طبق گزارش های محلی اوضاع هنوز در زاهدان ناآرومه. هلیکوپترهای نظامی بر فراز شهر گشت میزنند و سرکوب در این شهر ادامه داره. این عکسیه که پس از حوادث روز جمعه منتشر شده. خبرگزاری محلی در مورد این عکس نوشته جمهوری اسلامی زاهدان رو به شهری جنگ زده تبدیل کرده.